سلام، من با یه آموزش کهنه‌کاری دیگه اومدم. بریم که مراحل کار رو با هم ببینیم. اول سطح کارمون رو خوب تمیز میکنیم. کل سطح سنباده میزنیم به حدی که خش بیفته. این کار برای رنگ پذیری بهتر انجام میشه. سنباده زدم با یه دستمال نمدار دوباره کل کارمون رو تمیز میکنیم. قسمتایی که خرابی دارن و با توجه به نوع خرابیشون میتونیم با چسب، میخ و یا بتونه ترمیم کنیم. روی پایه این میز یه شکاف ایجاد شده بود که من با توجه به شکستگی با چسب چوب شکاف رو پر کردم که هم باعث استحکام پایه میشه و فرم اون قسمت رو هم راحت تر ایجاد میکنه. برای اینکه بتونیم روی کارمون حالت قدیمی ایجاد کنیم، میتونیم از یه روش دیگه کهنه‌کاری استفاده کنیم. روی قسمت‌هایی رو که می‌خوایم حالت قدیمی و یا زدگی داشته باشه رو میتونیم وازلین، شمع و یا صابون بکشیم. این کار باعث میشه اون قسمت‌ها رنگ‌پذیر شدنشون رو به علت چربی از دست بدن. برای طبیعی‌تر شدن کار، باید بیشتر از این تکنیک در قسمت لبه‌ها و جاهایی که در حالت طبیعی با دست بیشتر تماس دارن استفاده کنیم. من برای ساخت رنگ مورد نظرم کمی رنگ آبی و چند قطره رنگ زرد رو به رنگ سفید اضافه کردم. برای رنگ کردن وسایل چوبی میتونید از رنگ مولتی سرفیس و نیتروسلولوز استفاده کنید که مقاومت بیشتری نسبت به رنگ‌های دیگه دارن. نیتروسلولوز رنگ مخصوص چوب و MDF هست، ولی متاسفانه طیف رنگی کمی داره. و رنگ مولتی سرفیس برای کارهای بزرگ از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، ولی طیف رنگی زیادی داره. خواستم حالت قدیمی میز حفظ بشه، فقط جهت ترمیم و نوسازی برای سطح میز از جلا دهنده چوب استفاده کردم. بعد از اینکه چند از سطح کار رو رنگ زدیم و خشک شد، اون قسمت‌هایی رو که وازلین زده بودیم خیلی آهسته سنباده میزنیم تا رنگشون پاک شه. کارمون حالت قدیمی و کهنه‌کاری بیشتری ایجاد کنیم، میتونیم با یک رنگ دیگه بسته به رنگ زمین سایه بزنیم. روی بعضی از قسمت‌ها رو رنگ سفید به صورت نامنظم زدم که این کار کاملا بسته به سلیقه‌تون داره و میتونین انجامش ندید. توی این مرحله باید از وارنیش برای تثبیت رنگمون استفاده کنیم که من معمولا برای اطمینان دو دست وارنیش به کارم میزنم. دیگه کهنه‌کاری استفاده از رنگ کهنه‌کاری هست که توی یک پست کاملا آموزشمون داده شده. از این تکنیک هم بیشتر در قسمت لبه ها و برجستگی ها استفاده میشه. اگه قسمتی رو اشتباه کردین یا خوشتون نیامد، چون رنگ ها پای آب هستن، میتونین با کمک یک دستمال نمدار اون قسمت رو پاک کنین. برای تثبیت و ضد آب کردن کارمون از اسپری کلیر استفاده میکنیم. اگر از این آموزش خوشتون اومد، لطفا ما رو دنبال کنید و این پست رو هم با دوستاتون به اشتراک بذارید و حتما نظرتون رو برام بنویسید.